از بامدادهای برفی که معمولاً با پاک کردن برفهای آرام گرفته بر بامها و جاده ها آغاز می شود. جوانان که برف آنان را گرده هم آورده است و به پرطرفدارترین بازی زمستانی که برف جنگی است سرگرمشان ساخته است. مزید که میبینیم با چقدر خوشحال هستیم، احساس خوشی میکنیم که همه برادرهای ما کده که دیگر ساتری دارن. از قدیم ها گفته شده است که روزهای برفباری اعضای خانواده ها را گرده هم می آورد و این گرده همایی های خانوادگی در گذشته بیشتر با قصه های بزرگان خانواده همراه می بودند و اکنون بیشتر با تماشای برنامه های تلویزیونی می گذرند. رخسار برای کودکان خانواده از برف یک خوراک برفی آماده کرده است. از بزرگای ما شنیده بودیم که همچه چیز را طفلا زیاد دوست داشت که از برف همراه با گر، که متاسفانه امروز گر نبود، همراه با قیماق بوره ما میکس میکردیم. طفلک ها بسیار با شوق و علاقه میخوردن. با این همه برفباری های پی همه کابل بازار خوراکه های زمستانی را نیز گرمتر ساخته است و تقاضا برای کلپاچه، لاندی پلو و چاینکی بیشتر از خوراکه های دیگر شده است. اینجا اکثرا ما شوروا پخته میکنیم، پاچه پخته میکنیم، جگر پخته میکنیم، تخم مرغ هم پخته میکنیم. باز در اکثر در زمستان باز مشتری از پاچه زیادتر است. برخلاف سال گذشته، تنها در یکونی ماه نخست زمستان امسال کابلیان شاهد چهارمین برفباری بودند و همان گونه که از گذشته ها گفته شده است، کابل بی زر باشد اما بی برف نه، کابلیان از این برفباری ها شادمانه استقبال کردند.